یاران خوب درود بر شما عزیزان بعد از این قضیه کتلت شدن اسمال هنیه تو تهران از ما بد جوری شد اصلا من نمیدونم این اسرائیلیا انگار کرم دارن آقا خب اینو میخوایم بزنین برین تو ترکیه بزنین برین تو قطر بزنین برین تو خود قزه بزنین نه خب ایشون که قزه هیچ وقت نمیرن ایشون هم مثل اپوزیسیون ما رهبر از راه دوره آقا یه جای دیگه بزنین حتما باید بیاین تو تهران بزنین از ما رو به چه کنم چه کنم بندازین الان این همه سالهای سال اینا مرگ بر اسرائیل گفتن از رو پرچم اسرائیل راه رفتن و روی موشکاشون نوشتن که نمیدونم اسرائیل باید از بین برود به فارسی به انگلیسی به ابری به چینی به ژاپنی حالا که وقتش رسیده الان با این همه شعاری که دادن انتقام انتقام ما مونده سر دوراهی اگه انتقام بخواد بگیره یه حمله بکنه خب از دو راه خارج نیست یا مثل دفعه قبلی باید یه حمله فیش بکنه که نه تنها دنیا به ریشش خندید آدمای خودش هم به ریشش خندیدن همه فهمیدن که این سوری بودی حمله اگر بخواد یه حمله واقعی بکنه که خب جنگ میشه یعنی اسرائیل همینجوری نشسته که تو موشک بندازی اونجا نه تنها اسرائیل آمریکا انگلیس بقیه هم پیماناش جوابتو میدن خب جنگ هم که نمیشه کرد هیچی هم که نمیشه نگفت آقا جواب این همه هزباللهی نماز جمعه برو رو چی باید داد این همه پرچم اسرائیل آتیش زدیم خب حالا باید خودش آتیش بزنیم دیگه اینه که بد جوری مثل اره تو ما تحت آقا گیر کرده نمیتونن فشار بزن بره تو نمیتونن بکشن بیرون نمیتونن بذارن باشه در نتیجه اومدن فکر کردن که خب یه مذاکره می کنیم با اسرائیلیا یه چند تا رو با توافق قبلی می زنیم. مثل اون فیلم گوزها بود میگفت جون من بزن تو تا بزنم تو گوشت تو تا بزنم تو گوشت آبارو پیشه این در جونه ماچ 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 کار رسیده به ماچ 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 میگید نه این خبر رو گوش کنید یک سیاستمدار مجارستان در گفتگو با یک روزنامه در این کشور از زدوبند کسیف درباره وعده صادق دو خبر داد این روزنامه چیه این سیاستمدار چیه روزنامه بلیک چاپ بوداپست نوه اوت 2024 بیس, بیس و چار. دمسکی گابور شهردار پیشین بوداپست و عضو پیشین حزب اپوزیسیون دولت مجارستان را مورد سوال قرار داد که در شهر مونومو در جنوب بوداپست چه میگذرد گابور گفت بر اساس اطلاعاتی که به حزب دموکرات های آزاد رسیده یک هیئت ایران و یک هیئت اسرائیلی روز هفت آگوست به مدت چهار ساعت در هتل پلاگاز شهر مونومو با هم دیدار داشتند. دیداری مخفیانه که وزارت خارجه مجارستان آن را ترتیب داده بود. به گفته داور در هیئت هفت نفره ایرانی سرتی فریدون سقایی معاون فرمانده هوافضای سپاه پاسداران امیرعلی حاجیزاده و جلالزاده رئیس کمیته خارجی مجلس ایران شرکت داشتند. سرپرست هیئت چهار نفره ای اسرائیل را دانیل هاکاری سخنگوی ارتش این کشور به عهده داشت منابع گاپور گفتند که محتوای گفتگوها درباره چگونگی پاسخ نظامی ایران به ترور اسماعیل هنیه در تهران بود طرف ایرانی از هیئت اسرائیلی خواست مختصات شش هدف را مشخص کند اسرائیل موشکهایش را با آنها شلیک کند ایران موشکهایش را با آنها شلیک کند بدون اینکه تلفات جانی داشته باشد در مقابل اسرائیل دست کم تا پایان سال 2024 پاسخ نظامی به ایران ندهد و از ترور نیروهای ایرانی در خاک ایران هم پرهیز کند دو موضوع مورد اختلاف این گفتگوها بود و این گفتگوها رو بدون نتیجه گذاشت اول هیئت ایرانی اصرار داشت که یکی از اون شیشتا هدف یه پادگان قدیمی ارتش اسرائیل باشه که هنگام شلیک موشک ها اماکن تخریب شوند ولی آسیب جانی به کسی نرسه تا مثل دفعه قلب گفته نشود ایران تنها مناطق بیابانی را هدف قرار داد اما هیئت اسرائیلی گفت این کار اعتبار گنبد آهنین را زیر علامت سوال میبرد و آن را نپذیرفت دوم اسرائیل پذیرفت که اگر ایران تنها به همان شش مختصاتی که اسرائیل مشخص میکند شلیک کند تا پایان سال پاسخ نظامی ندهد اما نپذیرفت که از ترور مسئول ایرانی هم پرهیز کنند طرفها بعد از روز هفت آگوست به پای های خود برگشتن دست از پا درازتر خب این هم که نشد یعنی خواستن گاب بندی بکنن یه چند تا نقطه رو بزنن که به این ارازشه بگر آقا زدیم ما میگیم زدیم شما هم بگین زده آقا همینجوری مسئله بقرنج باقی موند شنیده شده که آقا روزا شبا توی بارگاهشون را میرن و زدن زیر آواز میگن <applause> یه دلم میگه بزن بزن یه دلم میگه نزن نزن تا قد ندارم بزنم بزنم حالا چه کنم انقدر این آواز رو خوندن 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 تا صدا از پنجره های قصر رفت بیرون رفت رسید قوم رفت جمکران رفت تو چاه رسید به گوش آقا امام زمان آقا امام زمان دیدن ا بد آقا مملکت شیعه رفته زیر سوال حالا درسته که اینا خیلی روابط حسنه ای با آقا امام زمان ندارن بارها گفتن اگه برای حفظ نظام لازم بشه امام زمانو بکشیم امام زمانم میکشیم کلیپاش هست دیگه باید دیده باشین از اوجب واجبات هست حتی اگر خدای نا کرده این عرفان ما سلوک ما به خاطر صدمه به این نظام مقدس جمهوری اسلامی بزنه یقینا این عرفان رو زیر پا میذاریم هنچمنچه چه از اوجب واجبات فرمودن همین برمیاد یعنی اینکه چه اگر خدای ناکرده اسلام یه طرف و امام زمان اسلام یه طرف واقع بشه باید امام زمان فدای اسلام بشه یعنی اوجب واجبات همین معنا رو میده یه خود شیکرابه ولی به بهجد... هجت میگن مملکت امام زمان یه فکری باید کرد آقا پیغام دادن پیغام دادن به کی؟ به مسئول مسجد جمکران که چی؟ آقا فعلا دست نگه دارید حمله رو فعلا به تعویق بندازید این پیام رو وقتی آقا شنیدن یه خدا آرام گرفتن به امام جمعه مسجد گفتن آقا اینا رسانه ایش کن رسانه ایش کن ای امت حزب الله بشنوه بدونه که ما حمله میخواستیم بکنیم جون تقی میخواستیم بزنیم آقا دست و رو بستن گفتن نزنیم حالا آقا امام زمان این پیام رو چجوری فرستادن تک زدن کامنت گذاشتن توییت کردن تو واتساب دادن تو نمیدونم تلگرام دادن اینا هیچ چیش معلوم نیست در گوشه آقای امام جمعه یواشکی گفتن در گوشه خود آقا گفتن به رئیس دفتر آقا گفتن توی کاغذ نوشته شب انداختن تو خونه آقا اینا رو ما نمیدونیم یعنی چیزی نگفتن که این پیام رو آقا امام زمان چجوری فرستادن ولی خب به هر حالا پیام رو فرستادن دیگه ولی باز مشکل حل نمیشه اینجا چند تا مسئله باز باقی میمونه یعنی هر طرفش رو میگیری یه طرف دیگهش میره بالا آقا چرا این پیام دادن؟ چرا گفتن حمله نکنین؟ ملاحظه طرف های ایرانی رو کردن یا ملاحظه طرف های اسرائیلی رو کردن یعنی از اینکه ما یک شکست دوباره بخوریم نگران بودن آقا و ما این همه شکست خوردیم آقا کجا بودن تو اون حمله قبلی با اون آبر و ریزی موشک بدون کلاهک فرستادن سه روز دو روز تو را بود از 300 تا موشک دو تاش خود تو اسرائیل آقا چرا نفرمودن که حمله نکنین اصلا تو جنگ ایران و عراق ما این همه حمله داشتیم که شکست خوردیم و آقا کجا بودن که میگن آقا این حمله رو نکنین شکست میخورین اصلا مگه شکست بده ما خود حضرت علی خود پیغمبر تو این همه جنگ ها شکست خوردن آقا تو جنگ اوه شکست خوردن چه اشکال داره آدم جنگ دیگه همش که برد نیست که آقا پس ملاحظه طرف های ایرانی رو نداشتن آقا ملاحظه اسرائیلی ها رو کردن یعنی ترسیدن اسرائیل از روی کره زمین محو بشه یه ده زیادی یهودی تو تلاوی و جایدی کشته بشن آقا نگران اسرائیلی ها اگر اینجوره که به نظر میرسی که همینجوره وگرنه آقا چرا قبل از ترور اسمال هنیه ببخشید پیام ندادن که آقا اسمال تو این سلاخ داریم بکنین توی سلاخ دیگه میخوان بزنن آقا, آقا کجا بودن چرا پیام ندادن این آسمو که کتلت کردن آقا چرا پیام ندادن آقا از این در نیا بیرون از اون در برو بیرون تاکسی سوار شو میخوان بزنن فخری زاده که ترور کردن این همه دانشمند هسته ایتون؟ آقا کجا بودن تو شاه بودن بیخبر بودن آقا تریلی تریلی اسنادتون رو ورداشتن بردن آقا چرا دخالتی نکردن پس معلوم میشه آقا طرف اسرائیلیان زمونم لال اصلا ممکنه آقا یهودی باشن آقا اگه اینجوری یه تحقیقاتی بکنین ما کنین آشتی کنین سفارت خونه ها رو باز کنین تموم شه بره دیگه هی تو بکشون بکش تو بکشون بکشین و سر مردم بیگناه کشته میشه یه فکر اساسی باید بکنی این هنوز برای من مشکوکه که آقا چرا یه همچی پیام می دادن که حمله نکنید مسئله بعدی این که آقا از کی تا حالا به سیاست خارجی علاقمند شدن راجعه این مسائل اظهار نظر میکنند. خب آقا اگر نسبت به مسائل خارجی علاقمندن راجعه به FATF هم نظرشون رو بفرمند راجع به این تحریم هم نظرشون رو بفرمایند. راجع به این همه بودجه مملکت خمس و زکات مردم خرج این موشک بیخاصیت شد نظرشون رو بفرماین چرا سکوت کاملا ایشون فقط آقا راجع به حمله به اسرائیل نظر دادن آقا این همه سیاست های شما پدر این مملکت رو درآورد بود آقا کجا بودن که نظر بدن الان یه سر سرکلشون پیدا شد اصلا ببینم آقا فقط به مسائل سیاست خارجی علاقه مندن به مسائل داخلی هیچ کاری ندارن خب این مملکت میگن مملکت امام زمانه دیگه اینا هم شیعه های آقا آقا نمیبینه مردم تو باطلاق تورم دارن دست و پا میزنن آقا نمیبینه مردم کلشون رو میکنن تو صد آشغال غذا میخورن اینا رو آقا نمیبینه یا با آقا نمیگن گزارش نمیدن آقا این همه اختلاس های میلیارد میلیارد میلیاردی رو نمیبینن پول بیت مالی مملکت داره میره خارج رو نمیبینن آقا؟, آقا چرا اونجاها پیغام نمیدن اصلا آقا این کسافتکاری آخونده که این میخوابه رو اون اون میخوابه رو اون نمیدونم آخون میخوابه رو پاستار پاستار میخوابه رو آخونی با جناق بازی ها رو آقا نمیبینن راجع به این مسائل آقا حساس نیستن چششون رو بستن یا خبر ندارن یا صلاح نیست پیغام بدن یا پیغام میدن شماها نمیگید آقا بگید دیگه آقا فقط در رابطه با حمله اسرائیل حساسن پیغام دادن نه اینم نشد اره کماکان در ما تحت آقا گیره و یک فکر اساسی باید براش کرد بله این همه میزنیم میکشیم داغون میکنیم نابود میکنیم آخرش رسید به عقب نشینی یعنی دیگه از نرمش قهرمانانه هم گذشت الان شده چی؟ عقب نشینی تاکتیکی این تاکتیکت منو کشته دیدگاه اوقات عقب نشینی تاکتیکیه تا... عقب نشینی هم یه تاکتیکه گاهی اوقات مثل پیش روی. اون اب نداره الا متحرفن لقتال او متحیزن الا فعه تاکتیک اینه این آقای خامنه ای از وقتی شغال شده بود تو همچی را آبی گیر نکرده بود یکی نیست بهش بگه بدبخت بیچاره تو زورت به اسرائیل نمیرسه زورت به آمریکا نمیرسه زورت به بچه های این مملکت میرسه که تو زندان ها بگیری یکی یکی اعدام کنی هی حکم بازداشت بدی هی بگیری دستگیری کنی بکنی زندان بعد دستچین کنی اعدام بکنی تا به زنام تو رحم نمی کنی تا اینقدر شاخشونه برای کی داری میکشی؟ نه به اون گندگوگی های منطقه ایت و از او از اون پوتینت که تو باطلا گیر کرده این از این هوتی ها یمن تو نمیدونم این از این هزبالله تو قضم که شخ زدن رفت پیکارش چی برات مون فقط فشار تو بیار روی مردم من یک کلمه بهت بگم آقای خامنه ای تی خطی تی خطی اینکه گفتن تا آخر 2024 به ما حمله نکن برای اینکه تا آخر 2024 تو مردی تو فقط نگران اینه که تا وقتی زنده ای همه چی آروم باشه وقتی مردی هر چی شد شد این مملکت صاحب داره صاحبش هم تو و امام زمان نیستید صاحبش مردمان. بلاخره مردم مملکت رو ازتون پس خواهند گرفت پاینده ایران ممنون که با لایک، کامنت گذاری و اشتراک این ویدیوها از کانال هالو حمایت می کنید.